براین لستن تحلیلگر ارشد مسائل استخباراتی میگوید که در بخش بزرگ سال 2022 حساب های جعلی در شبکه های اجتماعی امریکا که گمان می رود متعلق به روسیه باشد خاموش بود اما این خاموشی در ماه اگست و با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای پایان یافت saw these to spin up. دیدیم که این حساب بار دیگر به نشر معلومات آغاز کردند در مورد تقلب در انتخابات یا اینکه انتخابات مملو از تقلب خواهد بود صندوق های رای با رای های جعلی پر خواهد شد و این گونه مسائل صحبت کردند یا اینکه ادعا می کنند که, که دموکرات نتایج انتخابات را جعل خواهند کرد لستن عضو یک شبکه بزرگ متشکل از پژوهشگران کارشناسان امنیت سایبری ادارات دولتی و سایر نهادهاست که تلاش دارند کمپاین های هماهنگ شده نشر معلومات نادرست از سوی رقبای ایالات متحده چون روسیه، چین و ایران را در رسانه های اجتماعی، وبسایت ها و رسانه های دولتی شناسایی کنند. وبسایت های نشر خبرهای جلی که توسط سازمان های وابسته به کشورهای رقیب ایالات متحده ایجاد شدهاند، اند، گزارش های تفرقه انگیز را در مورد ایالات متحده نشر می کنند. سپس این گزارش ها توسط کاربرانی که وانمود میکنند شهروندان امریکا هند از طریق حساب های جعلی در رسانه های اجتماعی ترویج و باز پخش می شود. لستن می گوید که کاربران روسی با نشر خبرهای جعلی مبنی بر اینکه که نظام رایدهی امریکا قابل اعتماد نیست در این کشور تفرق افگنی می کند. کاربران چینایی تلاش دارند تا با برجست ساختن استراب رای دهندگان امریکایی در فضای مجازی تاکید کنند که نظام دموکراسی امریکا یک نظام ناکارآمد است. As as about... به هر اندازه ای که این حسابهای های جالی در مورد رد نتایج انتخابات و تقلب انتخاباتی صحبت کنند، نگرانی من افزایش میابد چون ممکن این حسابها در روز انتخابات مردم را به خشونت یا بدرفتاری با کارمندان انتخاباتی در مراکز انتخاباتی تحریک کنند. ما این گونه تحرکات را نظارت می کنیم. دایلن مرفی ریاضیدان و باشنده ایالت جنوب غربی اریزونا می گوید که او در مورد عواقب نشر معلومات نادرست در فضای مجازی نگران است. So نگرانی من این است که بازیگران خارجی می توانند با نشر معلومات نادرست و تیوری های توتعه American. از طریق رسانه های اجتماعی امریکایان را علیه یکدیگر تحریک کنند. آنچه به تازگی شاهد آن هستیم عکس مستقیم و شخصی مردم در پیوند به نشر این تیوری های توتعه است مثلا مردم در اریزونا با اسلحه به پای صندوق های رای می روند اریزونا دو سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از چالش های انتخاباتی بود بازشماری آرا در منطقه ماریکوپا بر اساس تقاضای جمهوری سرانجام برنده شدن جو بایدن را در این ایالت تایید کرد. بسیاری حامیان دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و شمول کری لیک نامزد حزب جمهوری برای کرسی والی اروزونا میگویند که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نفع جو بایدن تقلب شده بود. مریم مچل رای در ایالت اریزونا میگوید که اهمیت انتخابات میان دوره ای امسال فراتر از گرفتن کنترل کانگرس توسط یک حزب است. بعضی اوقات برنده می شویم، بعضی اوقات بازنده می شویم، بعضا برنده نمی شویم و احساس می کنیم که طرف مقابل باید برنده می شود و به این گونه روند دموکراتیک را رو دنبال می کنیم. ما مشعل دموکراسی را همان گونه که انتظاران می رود به نفر بعدی تسلیم می کنیم. یگانه چیزی که امریکا را یک ملت بزرگ ساخته روند دموکراتیک انتقال قدرت ماست ما باید به این کار ادامه بدهیم انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده روز سه‌شنبه برگزار می شود اما روند رای‌دهی زود هنگام در بسیاری ایالت‌های این کشور ادامه دارد